بسم الله الرحمن الرحيم دعاء در وقت غم و اندوه دعاء الهم والحزن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي بار إله من بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم. پیشانی من در دست تو است. فرمان تو در حق من حکمران است. قضای تو در حق من عدالت است. بار الها من به وسیله هر نامی که خود را با آن نامگذاری کرده ای یا در کتابت نازل کرده ای یا به یکی از مخلوقاتت تعلیم داده ای یا آن را در نزد علم غیبت بماندی از تو مسئلت می نمایم که قرآن را بهار دل من قرار بدهی. نور سینه‌ام برطرف کننده غم و اندوه من بگردانی. فایده های حدیث خواندن این دعا با صداقت و اخلاص سبب دور شدن غم و اندوه می گردد. فایده دوم الله سبحانه و تعالی نام های نیز دارد که هیچ کس از بندگانش آن را نمی داند. فایده سوم سعادت حقیقی با بندگی الله سبحانه و تعالی در پیروی از دینش خواهد شد. فایده چهارم اقرار به بندگی الله سبحانه و تعالی. فایده پنجم بنده مالک نفع و ضرری خود نیست. دعای دیگر ما اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بر الها من از غم و اندوه و ناتوانی و سستی بخیلی و ترسانچکی سنگینی قرض و غلبه مردان به تو پناه میبرم. فایده های حدیث فایده اول همیشه دعا کردن یکی از سبب های دفع بلا و مصیبت است. فایده دوم ناتوانی در پرداختن قرض سبب از دست دادن روحیه شخص می شود. فایده سوم رهایی قلب از ترس و بزدلی و تنگ دستی انسان از ضعیفی و تنبلی جزء از سبب های موفقیت به شمار می روند.